برای اولین بار یک زن سیاه‌پوست شهردار شیکاگو شد. لوری لایتفوت که یک همجنسگرا است، وعده داده که در بودجه شهر و مبارزه با مسائل امنیتی اصلاحاتی انجام داد. جزئیات بیشتر در گزارش مایک سالیون. لوری لایتفوت و تونی پرکوینکل هر دو از نامزدهای آمریکایی آفریقایی تبار بودند که برای تصدی کرسی شهرداری شیکاگو رقابت کردند. و برنده این رقابت لوری 56 ساله بود که با وعده ایجاد اصلاحات در سومین شهر بزرگ آمریکا توانست این پست را از آن خود کند. امروز شما کاری فراتر از تاریخ سازی کردید. شما جنبشی برای تغییر ایجاد کردید. رقیب 72 ساله او از مدیران اجرایی کوک کاونتی شیکاگو است. رای دهندگان مشتاق تغییر از لایت فود حمایت کرده اند. برای روی کار آمدن چهره جدید و تازه نفس با ایده های نو آمادم. سال گذشته بیش از 550 نفر در شیکاگو کشته شدند که گرچه کاهشی نسبی در مقایسه با دو سال قبلی دارد، از تعداد قتل‌ها در لس آنجلس و نیویورک بیشتر است. وزارت دادگستری آمریکا اداره پلیس شیکاگو را به استفاده بیش از حد از زور و تبعیض نژادی متهم کرده است و به گفته یک تحلیلگر شیکاگو با وجود خشونت‌های مسلحانه مرتبط با تجارت مواد مخدر و نابرابری نژادی در واقع به منزله دو شهر است، یکی بخش آرام و مرفه و بسیار ثروتمند و دیگری شهری متأثر از تبعیض نژادی شدید که بخشی از تاریخ شیکاگو است. به گفته یک تحلیلگر دیگر با وجود برتری اقلیت‌ها در شیکاگو این انتخابات درباره نژاد نبود. شاید اجتناب ناپذیر باشه، ولی این احساس بهتون دست میده که شهر و رهبرانش روشون رو از شما برگردونن. بنابراین این که کسی شبیه شماست به این معنی نیست که لزوماً با شما هم عقیده است. نامزد شکست خورده این انتخابات وعده داده از برنده حمایت کند. قابل تصور نبود، ولی زمان نه چندان دور دو زن آمریکایی آفریقایی تبار برای پست شهرداری شیکاگو با هم رقابت کردند. و گرچه در واقعیت از دو راه متفاوت به اینجا رسیدیم، ولی امشب همه چیز درباره راه پیش رو است. راهی که با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود.